و اما این بخش جذاب از برنامه، یک گروه جوان مستعد هنرمند از تورنتو، سه جوان هنرمند در زمینه موسیقی. موسیقی این بخش جدا ناشدنی از ما که روح رو نوازش میده. عزیزانی که یک چیز جدید رو ابداع کردند، در نسل جدید چه چیزها که نمیبینیم، تلفیقی از موسیقی سنتی برای بچه‌هایی که اینجا تقریبا بزرگ شدن، و این واقعا جای افتخار داره و جای خوشحالی داره که واقعا باید خوشحال بشیم که هنوز با اینکه در ایران نیستن، با اینکه یه بخش زیادی از زندگیشون رو اینجا دارن میگذرونن و در سن نوجوانی و جوانی، هنوز اخت دارن با اون فرهنگ زیبا و اصیل ما، موسیقی سنتی و تلفیقش با غیر سنتی. میریم که خودشون بگن، که بیشتر برامون بگن و بهتر. مهدیار نازنین رو داریم. سپهر جان عزیز زنده باشید، و فرزام عزیز درود بر شما. یلدای شما خجسته. سپاس. آشنا که هستید با این سنت ها؟ بله قطعا. مرسی. بگید از خودتون برامون، حالا یه معرفی داشته باشید از خودتون برای بیننده هامون، میتونید یلدا رو تبریک بگید بهشون. خیلی عالی. نوبتی هم من شروع کنم؟ هر که دوست داره اول شروع کنم. واسه هممون بگو. خب شب یلدا رو شاد باش میگم به همه. امیدوارم که شبی باشه که هیچ کس تنها نباشه، همه با دوستان و خانوادهشون باشن. آمین. من مهدیار نوازنده و خواننده گروه رشکان، که یه دو سه سالی هست با بچه ها ساز میزنیم و سعی میکنیم کانتنت جدید درست کنیم و موسیقی درست کنیم که یه جوری تا حالا شنیده نشده باشه، ولی خب فرهنگ خودمونو همچنان بهش مرتبط باشه و بتونیم پروموتش کنیم. سپهر هستم. ساز اصلیم در گروه گیتاره، البته بچه ها هم 7-8 ساز میزنیم. ساز اصلیم گیتاره، گیتاریست و آهنگساز گروه هستم. باز هم البته همگی آهنگسازی میکنیم و سیستم خیلی جالبی داریم برای تولید موسیقی که حالا توضیحش میدیم. از سال 2019 عضو پروژه رشکان شدم، ولی خب گروه خودش بذر گروه سالها پیش بچه ها گروه رو تشکیل دادن و این به فرزام. من فرزام هستم، خوشبختم. توی گروه بیشتر طرف سازهای سنتی رو دارم و قسمت ابدایی و قسمت تحقیقاتی گروه بیشتر رو اون قسمت کار میکنم. و آره، چند سالی که با بچه ها همکاری میکنیم و هدفمونم اینه که بتونیم یک تأثیر مهم بذاریم روی زنده نگه داشتن موسیقی سنتی، که الان خیلی نیاز داره که بهش توجه بشه و همین. مرسی از شما. چرا موسیقی سنتی در شمایی که فکر میکنم همتون حداقل 6-7 سال بیشتره که اینجا هستیم، درست میگم؟ آره. چطور میشه که با اینکه اینجا هستید و در سن جوانی هستید، تقریبا از دبیرستان و قبل از اون اینجا بودید، این ارتباطه که مونده با موسیقی سنتی که واقعا یه بخش مهمی از فرهنگ ایرانی ماست، و چرا همچنان تمرکز روی اون چطور میشه و اینکه بخواید زنده نگهش دارید؟ اصلا اینا رو که میبینیم اینقدر قشنگه، یه مقدار دور از انتظاره و خیلی باعث خوشحالیه. چطور میشه؟ یه نکته جالب که مثلا یه جوری متوجه شدم وقتی من 20 سالگی اومدم کانادا، توی ایران که بودم بیشتر مثلا دنبال آهنگای غربی بودم، که مثلا همونطوری هم شد که با راک و متال آشنا شدم و مثلا آهنگای غربی یاد بگیرم، سازهای غربی، آرتیستای غربی. بعدش که اومدم کانادا و دانشگاه رفتم و موسیقی هم خوندم توی دانشگاه، یه جورایی آدم نوستالژی میشه، باز میره سمت همون فرهنگ خودش و مثلا اینجا بود که من تازه شروع کردم او چه سازهایی داریم
به چه شکل دنبالش رفتم، دنبال استادایی رفتم توی دانشگاه که این موسیقی رو کار میکردن و میدونستن. چقدر نکته قشنگی رو گفتی به همون. آره خیلی از آدم ها وقتی توی ایران مثلا بیشتر سمت موسیقی غربی هم، ولی وقتی میای اینجا کم نوستالژی میشی. اولا شما تو دانشگاه تازه پی بردی که چه چیز اصیل و ارزشمندی داریم و چرا که نه. بله من مثلا توی دانشگاه واقعا یک سری استادایی داشتم که 30 سال مثلا موسیقی خاورمیانه رو داشتن، اینا بررسی میکردن و یک چیزایی یاد گرفتم اونجا یا شنیدم که به هیچ وجه مثلا تو ایران نزدیکش هم نشدم. اصلا بهش بهایی داده آره، نمیشد. بهش بهایی داده نمیشد. سفر بگو برمون. فکر کنم حالا تجربه شخصیمو میگم، ولی فکر کنم مثلا بچه هم مشترک باشه یه جورایی. یه سری از این نواهای موسیقی، البته هر کسی که موسیقی کار بکنه، ساز زدنش یه لهجه ای داره. من با اینکه حتی موسیقی سنتی زیاد گوش نمیدادم و البته اول کار گوش نمیدادم و زیاد منم موسیقی غربی رو گوش میدادم، بیشتر متال هد بودم، توی گیتار زدنم همیشه یک حالا ناخواسته یک لهجه شرقی بود و یه جورایی میشه گفتش که تو خونمون هست این موسیقی. و همینجوری شانسی مثلا بچه‌ها میگفتن چقدر موسیقی اورینتال میزنی، میگم من فقط این چیزیه که به ذهنم میاد، به دستم میاد. و گفتم که چرا خب با گیتار نواهای شرقی رو بزنم، چرا نرم سراغ خود سازهای سنتی. و با سه‌تار شروع کردم. البته اولین سازم ویالون بود که از فکر کنم تقریباً از 7 سالگی میزدم. با موسیقی کلاسیک شروع کردم، یعنی کاملا غربی. بعد از اونجا جذب به گیتار شدم، چون که خب میتونستم موسیقی کلاسیک خیلی قوانین داره و من دوست داشتم از قوانین شکنی بکنم. رفتم سمت گیتار و با همین نواهای شرقی که رو گیتار میزدم آشنا شدم با ساز سه‌تار. و بعد از طریق مهدیار با ساز تنبور آشنا شدم و یک کمی هم نی، البته خیلی کمتر از سازهای دیگه. بیشتر تمرکزم رو سازهای سیمدار و زخمه‌ایه. و بعد از طریق فرزان با ساز باقلاما آشنا شدم. ساز چیه؟ باقلاما، ساز ترکیه. چاله البته ریشاش برمیگرده به ایران مثل خیلی از سازهای دیگه، ولی بیشتر الان توی ترکیه در حقیقت. آره اونجا خیلی بهش رسیدگی شده، روش کار شده ترکیه. خیلی کم کم دیگه واقعا بچه هم بعض وقتا به شوخی میگن وقت ساز میزنم میگن انگار یه چوپونی داره توی یه دهی یه نوایی میزنه، گوسفنداشو گرگ خورده داره یه نوایی میزنه. ولی خب من میگم نه، زیاد تو موسیقی سنتی درس موسیقی نداشتم، فقط از یه جورایی از همون خونم به هم الهام میشه. عالی، فرزان. به نظر من کلن خاصیت موسیقی سنتی ما یه بیان یه رنج و دردیه که هر جا رو نگاه میکنی که میخوای از اون رنج به زبان موسیقی صحبت بکنی، واقعا موسیقی سنتی بهترین ابزاره. از یه طرف هم برای بیان اون اعتراضی که میخواییم توی موسیقیمون داشته باشیم هیچ ژانری بهتر از متال نیست. و تلفیق این دو حس به نظرم دوتا حسیه که یه انسان از صبح که وارد روزمره میشه دائما با این دوتا حس داره دست و پنجه نرم میکنه، یه حس کاملا اعتراضی نسبت به همه چی و یک حس کاملا ستم دیده و زخم خورده از همه چی. خیلی قشنگ توصیف کردین همه تون و خیلی قشنگ توصیف کرد. یک سوز اعتراضی در این حال، حق طلبی و مظلوم نبودن. حالا یک اعتراضی که یک سوزی درش داره، همزمان هم حرف تو زدی، هم روحت نوازش داده شده، هم به دل نشسته چون از دل اومده. خیلی خیلی هنرتون واقعا ستودنیه و خیلی لذت میبرم که امروز مهمون ما هستین در این شب زیبا. و بچه هایی تو رده سنی شما و کمتر رو میبینم، اصلا تو نسل شما و نسل حالا دو نسل شاید قبل‌تر از شما، بچه های اگر بخوایم از سالهای خورشیدی بگیم بچه های دهه 80 70
و انتظاری که ازشون نمیره رو میبینیم و اینقدر این بچه ها آگاهن و اینقدر قشنگ نظر میدن، توصیف میکنن، بیان میکنن که من هضم میکنم و خیلی هایی دیگه مثل من. و باید ببالیم به خودمون که این نسل رو پرورش دادن پدر مادری که پدر مادرشون هستن و خودشون هم خب از نظر هوش در رتبه هستن که چیزای خوب رو بگیرن و بروز بدن. خب برای امشب چی دارین برامون؟ حالا اگه دوست دارین که سازاتون رو به ما معرفی بکنید و شاید یه تیکه رو دوست داشته باشین برای ما بزنید اگر بشه که ما خیلی استقبال میکنیم. فکر کنم با گروه، با اسم گروه. آره یه توضیح کوچیکی که راجع به گروه بدیم. گروهی داریم به اسم رشکان. گروه البته سبکش با اینکه جهت های مختلف میره، اصلش تلفیقیه بین موسیقی سنتی و موسیقی متال. ژانری وجود داره به اسم فولک متال که البته بیشتر دست اروپای شرقی هاست که سازهای خودشون رو با متال، با موسیقی تلفیق دارن و بیشتر اروپاییه. ما قصدمون این بود که با تشکیل دادن این گروه هم موسیقی ایرانی رو توی اون کاتگوری آشنا بکنیم به جهان غرب و هم فرهنگ و تاریخ و شعرها و بالاخره خود ایرانی بودن رو به جهان غرب آشنا بکنیم و همزمان با این با میگن breath of fresh air، فارسیشو نمیدونم چی میشه، به موسیقی سنتی بدیم که یه جورایی نفسی تازه دادن بهش، یک جون تازهی بهش بدیم. موسیقی ایرانی خب خیلی طرفدارای خاص خودشو داره و خیلی قوانینای خودشو داره و یه جایی احساس میکنم که حبس شده و قصد ما اینه که با این کار یه ذره اون در رو باز کنیم و بقیه جهان، کسایی که ممکنه هیچ وقت سمت موسیقی سنتی نرن، چه ایرانی چه خارجی، آشنا بشن با نواهای ما و یه جورایی هم از استریوتایپ در بیاییم. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. چقدر اجرا داشتین؟ چه جوری به نام ضبط داشتین؟ ما آلبومی داریم که داریم روش کار میکنیم، ضبطش میکنیم، کم کم آخر این ماه یه سینگل بیرون میدیم. کلکسیون آهنگیه که چندین قسمت داره و موسیقی روایی هست. شاهنامه رو کار کردیم. چندین قسمت از حالا از شاهنامه خوانی هم میکنید؟ من واقعا حرفی ندارم. خیلی هم قشنگ، خیلی هم عالی. یک کانسپت آلبومه در واقع که کل اون آلبوم یک داستانی رو روایت میکنه و هر ترک از این آلبوم یکی از این حادثه هایی که داره اتفاق میفته رو بیان میکنه و تمام اشعارش از شاهنامه انتخاب شده و خب توی درست کردنش واقعا خوشحال بودیم و به ما لطف کردن و با یک هنرمنده خیلی خیلی خوبی کار کردیم. و آره دیگه میخونی؟ بله بله. فارسی؟ بله بله. چند زبانه هست، چند شخصیت زبانه. مختلف زبانه مختلف دارن، گویشاشون فرق داره، لحجهاشون فرق داره. منتظریم، منتظرش هستیم به شدت. امشب چی داریم برامون؟ یه سری ساز ابداعی براتون آوردیم. ما کنار کار موسیقی کار تحقیق و سازگری هم انجام میدیم، البته سازگریش به دست فرزام است. یه سری سازه ابداعیمون رو براتون آوردیم که بازم قصدمون از این این سازها اینه که هم یک کانتریبیوشن جدیدی داشته باشیم به برای سازهای ایرانی. حالا فرزام توضیح تکنیکیشو از من بهتر بلده، ولی خواستیم که یه اثری از خودمون، نه از نظر موسیقی فقط، و از برای ساز هم اثری از خودمون بذاریم و یه چیز جدیدی رو خلق کنیم که هم باز هم خوب بالاخره مردم وقتی میفهمن سیگنچر خودتون و یه چیزی مختص خودتون. درست دقیقاً. و بیشتر نکته‌ای که سعی کردیم رعایت بکنیم بودش که زاویه‌ای که به موسیقی نگاه می‌کنیم زاویه باشه که ببینیم چه کم و کاستی هایی داره. کم و کاستی نه به معنی نقص،
چه چیزهایی داره که میشه روش بیشتر کار کرد. و چیزی که ما توی سازه ایرانی بهش رسیدیم، دیدیم صدای بم آنچنان روش مانور داده نشده. مثلا بیشتر سازامون رو اکتاوای زیر پیانو هست، ولی به خاطر همین ما اومدیم بیشتر این الگوی خودمون قرار بدیم که چجوری صدای جدید پیدا بکنیم و صدای بمی که تو موسیقیمون کمتر رو اضافه بکنیم. و بر همین اولین سازی که ساختیم یک ساز زهی بم بود که به اسم سیاوش که حتما میبینیمش. حالا میخواین الان اگر ول بچه ها زحمت بکشن. مرسی شهرزاد زیبا، ممنون از شما. به به، سیاوش رو ببینید که چه طراحی زیبایی داره. میخونه سعی کردیم خودت شعرشو مهدی ها چرا که نه؟ چشمت از همه بهتر میبینه. همه از آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. اوپس. همه خوشدل آن که مطرب بزند به تار چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار موی. مرسی. آره، ما تو این ساز اولویت اولمون رسیدن به صدای بم جا افتاده بود و خب ظاهر سازم چیزیه که واقعا ساز هر ملیتی فرهنگش رو میرسونه، و چی بهتر از این که ما علاوه بر این که اون ساز قابلیت بیان احساسات رو داره، یک زیبایی منحصر به فردی هم داشته باشه، یا انگار چند تا هنر در هم ادغام شده باشه. آره، و نهایتش شد سیاوش. تاره؟ سیاوخش. تاره دیگه، درسته؟ سیاوش. بله. تار نمیشه گفت. فرقش با تار چیه؟ بیشتر این ساز سمت، اگه بخوایم مقایسه کنیم، بیشتر سمت تنبوره، اگه درست گفته باشم. آره، لحاظ صدایی خب صدای بمی داره. بخوایم با تار مقایسه کنیم، خب طیف صدایی تار نازکتره و خب تعداد سیماشون هم فرق داره. بیشتر این ساز میتونه یه واخون مثلا همراه یک ساز سنتی بیاد و انگار قسمت بم اون موسیقی رو بتونه مکمل باشه. همونطور که گفتی پرداختین به بخش بم موسیقی که کم بهش پرداخته شده. دقیقا. خیلی توضیح هم راجع به ساختارش بدی؟ ساختارش که خب پوست چیزیه که ما علاقه زیادی بهش داریم و خب چیزیه که تو ساز واقعا یک سری مشکل، یک سری سختی هایی رو داره برای مثلا کو کردن اینا، ولی خب صدایی که نهایتا میده نمیشه از چیز دیگه گرفت. و ساختارش هم ساختار خاصی نداره. یکم سرپنجه شو مثلا ما یکم الگوشو عوض کردیم. آره، یه طرح جدید دادیم براش. جای دریچه ای هست که سیم ها وارد این دریچه میشن و درش بسته میشه و بعد کوک میشن. سیم هاش هم سیم های این دوتا سیم، سیم یک و دو سیم های پلاستیکیه. سیم سومش مثل سیم اوده که سیم های بمتر اود که یک لایه نازک فلزی دورشه و پوستش هم پوست شطوره. درسته؟ استخون هم اینجا. خب این چیزیه که باید مثلا کار بشه، چون استفاده الان تو سازهای خب به روزتر غربی هم نمیبینیم استفاده از طبیعی. آره، استفاده از مثلا محصولاتی که از حیوانات بگیرن به این شدت. آره. از به این بخشم توجه کردیم. بسیار زیبا. ساز بعدی چیه؟ ساز بعدی میخواین یکم محیط رو عوض کنیم بریم سراغ مبارک. آره، 100%. سیاوش همه سازهاشون یک بخش و نقش فارسی. مرسی. بله، این یک هنرمندی بود با ما کار کردن، آخه بهادری اگه اسمشون درست یادم باشه، و لطف کردن هنرشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. خیلی زیبا، خیلی زیبا.
گیتار برقی فرق خاصی داره؟ این گیتار ربع پرده داره، یعنی گیتار مایکروتونال هست. البته دیزاینش هم قیافش از اون که بگذاری؟ ایرانیه، بله. از نظر صدا ما چندین پرده رو بهش اضافه کردیم. الگوی پرداش اگه درست دادم میشه ستاره. آره. اجازه میده که نوتای رو بفرده رو، یعنی تمام مثلا دستگاه ها، مقام هایی که روی شما میتونی روی ستار بزنی، روی تار بزنی، دیگه اونا رو میشه روی این گیتار زد با این فرت هایی که ما اضافه کردیم بهش. مرسی. کوکش هم کوک متفاوتیه با کوک استاندارد گیتار، چیزی بین کوک تار و گیتار. بچه ها بسیار هنرمندن، بچه ها اصلا نوابقی هستن که قد توضیحاتتون قشنگ تخصصی و اصلا سبک خودشونو دارن. این سبک خودتو داشتن خیلی کمه، یعنی خودش اصلا یه چیز بسیار ارزشمندیه. یه جورایی خسته شدیم که بقیه ادای موسیقی ایرانی رو در میارن و فقط به عنوان یک چیز فانتزی. دوست داشتیم که واقعا خود موسیقی اصیل ایرانی با دست یک گروه ایرانی به جهان غرب پرزنت بشه و بتونیم واقعا ممنونیم از شما. یه تصویر خوب و کاملی بدیم از فرهنگمون. چرا که نه، مرسی از شما. هم از مبارک. ساز دیگه هم داریم. ساز که زیاد دارم بچه. اسم همراز. همراز. به به. من که سالا ندیدم همچنین چیزی. شما فکر نمی کنم دیده باشین. خواه اینو میدم. اینو میدین به فرزان میرست. اینو میزنین برامو؟ اینو احتمالا نه، چون ام با این داستانه میخواد. آمپلیفایر میخواد و سیم. اگر زحمت بکشیم ببخشید. من عوض میخوام از شما. نرس همراز بخش سبا همراز. اولین نکته که باید در موردش بگم از ابداعیات آقای سراوانیه، آزمایش سراوانی، که ایشون هم اولین نفری هستن که شروع کردن به سیمهای مخصوص سازهای ایرانی ساختن. قبلش ما کسی انگار صنعتگری نبوده که مخصوص سازهای ایرانی با توجه به مقیاس صفحه‌شون و کاسه‌شون و هر چیزی سیم مخصوص به خود سازها رو بسازه، مخصوصا سیم بم. بله. و آره این از ساخته‌های ایشونه و قابلیتی که خب اضافه تر از ستار داره، حجم کاسه فرق میکنه، یک جور قسمت بم ستار هم انگار به این ساز اضافه شده، یعنی شما هم صدای معمولی ستار دارین به هم یک بم ستار دارین. و با توجه به حالا سبک نوازندگی بین این دو دسته میشه سویچ کرد. و این هم دقیقا مراحلیه که به نظر من سازهای ما باید طی بکنن تا پله پله اون جهششون شروع بشه، چون وقتی به موسیقی هر ملیتی نگاه میکنیم اون جهش رو میبینیم درش، ولی سازهای ما نه متاسفانه. و آره به نظرم این اولین قدم و اولین ابتکار برای رسیدن به یه دنیا و صدای جدید. بسیار منحصر به فرد. مرسی. خواهش. کدوم رو میزنین برامون امشب؟ با افتخار همراه. بزنم. حتما. خواهید کنم راحت بشه.
مرسی از شما. مرسی. واقعا مرسی و خیلی قشنگ به ما تفاوت این صدای بمی که مد نظر شماست نشون دادی. قطعا تونستی و بسیار لذت بردیم. امیدوارم شما هم لذت برده باشین. سازهای دیگر میخوایی معرفی کنیم بهمون؟ چشم. ساز دیگه ای داریم که البته مخترعش ما نیستیم، ولی خب به خاطر این تکنولوژی سیمی که فرزام توضیح داد سازی داریم به اسم بمتار. اسم این خودتون اسم رو گذاشتی؟ بمتار جا افتاده است، ولی اینو خودتون گذاشت. همرازم سازندش آقای سرمانی. من حالا نشدم تا شاید خودتون گذاشتی. مرسی مرسی شخصی شما. یکم خطریه، چقدر خوشگله. خیلی هم زیبا. تفاوت بمتار با تار معمولی خب اولا سیماش یه جفتش کمه، چون که خب وقتی سیم بمتر میشه حجم صدا بیشتر میشه و دیگه نیاز به جفت سیم نیست. سیماش مسلما کلوفترن، صدای بمتری داره و این تیکه ای که معمولا پوست هست، این تیکه پوستش برداشته شده که همون حجم صدا بتونه از ساز راحت رزونانس داشته باشه. و توی موسیقی ما استفاده ای که از این ساز داریم، سعی میکنیم به جای مثلا گیتار باس از بمتار استفاده بکنیم و یه جورایی جایگزین ساز غربیش بکنیم. مخصوصا آهنگایی که مثلا بیشتر آکوستیک هست و مثلا الکتریک گیتار نداره یا درام توش نیست، بیشتر سعی میکنیم با همین استفاده از سازهای به این شکل همون آکوستیک نگهش داریم و که دیگه. مرسی از شما، خیلی لذت بردیم کنار شما امشب. مرسی. اجرای خیلی زیبایی داشتیم، منتظر کارهای قشنگتون هستیم. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین. در این مناسبت بسیار زیبا سه مهمان بسیار عزیز داشتیم. خیلی خیلی نکته داشت این بخش از برنامه ما. مرسی. یلداتون یک بار دیگه خوش هسته. یلده شما. مرسی. با ما باشید.